در گزارش شنیدید و دیدید عمران خان با وجود مقاومت در برابر تلاش‌های رقبایش از مقام صدر اعظمی برکنار گردید و حالا شهباز شریف از جناح رقیب نامزد این صدارت پاکستان است. آیا با برکناری عمران خان و انتخاب صدر اعظم جدید بحران سیاسی پاکستان به پایان می‌رسد؟ صدر اعظم جدید چقدر در احیای روابط اردو و رهبری ملکی می‌تواند مؤثر عمل کند؟ برای بررسی و تحلیل این موضوع با آقای احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان و تحلیلگر سیاسی و منطقه صحبت می‌کنیم. سلام آقای سعیدی، خوش آمدین به برنامه. شهباز شریف آنچه را می‌خواست به دست آورد و عمران خان توسط رأی پارلمان برکنار شد. شانس آقای شریف برای تصدی صدارت اعظمی که فردا صحبت میشه و رأی گیری میشه چقدر هست؟ آیا با برکناری عمران خان بحران سیاسی در پاکستان ادامه خواهد یافت یا پیروزی شهباز شریف میتونه پایان برای این بحران سیاسی باشه؟ در تاریخ 7 دهه پاکستان اولین نخست وزیری است که به آرای پارلمان سر به سر رد بشه. نخست وزیرای سابق یا کودتا شده علیش یا طوری دیگری سبک بشه. دوم، شهباز شریف کسی است که نه نخست وزیر نبوده بلکه 3 دوره وزیر اعلی پنجاب بوده. برادرش شهباز شریف 3 دوره صدر اعظم بوده که حال مریض است. عمران خان که حال سبکدوش شده متهم است که البته امروز ممنون خروجیش اعلان شده متهم است به اینکه کمک کرده تا پارلمان غیر قانونی نکشه. تشویق کرده طرفدارای خود را، اعضای خود را به خاطر سپتاج فیصله های محکمه و همچنین متهم است که 2 مرتبه جلسه کشورهای اسلامی یا آیسی را دایر کرده، پولهای هنگفتی را بدین مشوره پارلمان مصرف کرده به خاطر لابیگری برای پارلمان. بنابراین عمران خان رئیس سابق مجلس پاکستان، آقای سوری، آقای سوری معاون و رئیس جمهوری پاکستان آقای علوی و آقای قریشی متهم هستند که باید به دادگاه بروند. پرواز در پاکستان برای نخست وزیری انتخابات می شود. من باور دارم که شهباز شریف نخست وزیر انتخاب میشه و بلاول بوتو در حزب مردم است وزیر خارجه خواهد شد. گرچه به مقابل شهباز شریف کاندیدای دیگری هم خواهد بود. سوال شما با انتخاب، با این تحرکات پاکستان به طرف ثبات اجالتا نمیره، ولی یک مرهمی برای چند روز برای مردم میشه. بله، خب شما پیشتر اشاره کردن که یکی از اتهاماتی که بر آقای خان وارد هست دادن یا میزبانی که کنفرانس کشورهای اسلامی و دادن مبلغ پول به بعضی از مقاماتشان هست. آیا این ادعا که شما برشمردن از سوی برخی از نهادهای عدلی یا سرنوالی پاکستان مطرح شده یا چه قسم مطرح شده ای؟ بله، این برالای نهادهای استخباراتی از طرف نهادهای عدلی به خاطر اتهام عمران خان و چنانچه عمران خان امروز ممنون خروج شد، یعنی مکتوبی به تمام میدانهای هوایی پاکستان رفت که عمران خان بیرون شده نمیتونه از کشور و همچنین رئیس پارلمان و معاون پارلمان هم تحت نظارت در خانه خود گرفته شدند. به این خاطر میگن که اینا در طی 4 ماه 2 مرتبه کشورهای اسلامی را جلسه شنه دایر کردن، کشورهای اسلامی یعنی آیسی را دایر کردن، ولی گفته میشه که به دو خب لابیگری حداقل $1,000,000 توفه دادن خوبی که به طرف لابیگری کنن. خب آقای شریف گفته که فرصت یک آغاز شدید برای پاکستان مساعد شده و این کشور را با هم ائتلافان خودش بازسازی میکنه. حزب انصاف پاکستان با این شکست چه خواهد کرد؟ عمران خان از طرفدارانش قبلا خواسته بود که به اعتراضات صلح‌آمیز در صورت برکنارش بپردازند. آیا این کار را خواهد کرد؟ امروز عمران خان میخواست که تظاهرات را در پاکستان برگزار کنه که نتوانست، یعنی پلیس اجازه نداد و فردا عمران خان وعده کرده که یک اسنادی را به خاطر مداخله امریکا افشا میکنه. به هر صورت سیاست نواز شریف بعد از این سیاست عمران خان در آخر سیاستی ضد امریکا بود و سیاست نواز شریف امریکا محور خواهد بود. بعد نخستین کاری که شهباز شریف در خلال این بحران سیاسی لازم است انجام بده، فکر میکنین و میخواین انجام بده چی است؟ باید یک عفو عمومی اعلان کنه و یک تعداد کنه، چون یک کابینه ائتلافی است مجبور است از چندین حزب وزرا را تعیین کنه. من فکر میکنم که مشکلی که در افغانستان بود، افغانستان طالبان 2 لابی قوی داشتن، یعنی آقای قریشی و آقای عمران خان،
عدالتا طالبا دو لاویگر قومی خود از دست میدن. نواز شریف یا بخشید شواز شریف فرصت تا چار پنج ما نداره که به قضاهای افغانستان و منطقه برسه. عدالتا میتونه که مسئول سیاست های داخلی باشه و روابطی که حالا با امریکا، با افغانستان، با موجودیت افغانستان تیره و تار شده، پس اون رو ترمیم کنه و همگرایی به امریکا پیدا کنه و کمکی اندکی اشاره امریکا از روسیه و چین فاصله بگیره. شما اشاره کردین که آقای شهباز شریف در روابط و سیاست خارجی خود با امریکا مشخصاً امریکا محور خواهد بود. این روابط بر ادامه نفوذ و حمایت پاکستان از طالبان در افغانستان چقدر مؤثر خواهد بود؟ ببینید، عمران خان و آقای قریشی خیلی به خاطر طالبان تلاش کردن در سطح ملی بین‌المللی، اما مصلحتی به امریکا نداشتن، خود میکردن این کار بدون امریکا. حالا بعد از این نواز شریف هر سیاستی رو که در افغانستان بخواه ببره، پیش ببره، بدون شک باید اشاراتی از امریکا داشته باشه. نواز شریف به خوبی به درستی میفهمه که وقتی که عمران خان علیه امریکا شعار داد و گفت که من قربانی هستم مانند امام حسین، طورن جناب آقای خلیلزاد به پاکستان آمد با نوعی درستیست یا رئیس ارتش ملاقات کرد، رئیس ارتش اعلام کرد جنگ اوکراین محکوم کرد و علیه روسیه کرد، در حالی که عمران خان روسیه رو محکوم نکرده بود. بنابراین نواز شریف این چیزا، شهباز شریف این چیزا رو میبینه و تجربه سیاسی هم داره. با سپاس از شما جناب آقای احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان و تحلیلگر سیاسی مسائل منطقه و افغانستان، که از در برنامه حضور داشتین و تحلیل خود را بیان کردین. شبتان بخیر.